در این دین نه تنها دروغ، بلکه همونطوری که بارها گفتم سراسر تناقضه. یکی از تناقضای اینها به خاطر اینکه بیان فضیلت بتراشن برای فاطمه رضی الله تعالی عنها، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، میان بقیه دخترها رو انکار میکنن. چرا؟ چون در اینجا میخوان اینکه عثمان رضی الله تعالی عنه با دو تا از دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده، این رو انکار بکنن. به خاطر که این فضیلت رو برای عثمان انکار بکنن، حاضر هستن که ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم، دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو انکار بکنن. یعنی ببینید که چطور اینها با پیروی از عبدالله ابن سبع یهودی دارن ضربه میزنن به اسلام، چطور ضربه میزنن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون وقتی ما میگیم که سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه با دو تا از دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده و اگر شما واقعا این همه تهمت که به عثمان میزنید راست باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو نشناخت که رقیه و ام کلثوم رو به ازدواجش در آورد؟ رقیه که فوت کرد ام کلثوم رو به ازدواجش در آورد و بعد از اینکه ام کلثوم فوت کرد گفت والله اگر دختر دیگری هم می‌داشتم به ازدواج تو در می‌آوردم. این نشان دهنده از جایگاه و مقام سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اینا با خودشون هم درگیرن. نمونه از این تناقضاتشون رو در مورد دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم براتون پخش می‌کنم. آخونده گنده و بزرگی میاد توی برنامه‌ای میگه که بله، هر کس که تشکیک وارد بکنه در مورد دختران پیامبر جایز نیست. با همینو ببینیم. بنابراین من عرضم نسبت به کسانی که یعنی چه مطالبی رو بیشتر طرفداری میکنند و میگن این است که لا یجوز تشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا. راویان موثق وقتی که یه خبری رو از ما نقل میکنن، مگر کسی ایمانی به ائمه اطهار علیهم السلام نداشته باشه، به الا جایز نیست تشکیک. اینها با چه جرأتی جواب این اخبار از پیغمبر از ائمه اطهار رو، یعنی از امام باقر و امام صادق رو میدن؟ بنابراین در یک کلمه دو خبر معتبر در دو منبع معتبر از منابع کهن حدیثی ما درباره اینکه اینها دختران پیغمبر از خدیجه یا دختران خدیجه از خود پیغمبر بوده اند داریم و دیگه جای اعتنای به همچین تشکیکاتی چندان نیست. این آقا دیدید گفت که ما منابع معتبر و موثق داریم که گفته که این دخترای دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم دخترای خدیجه از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در اینجا کسی نباید تشکیک بکنه. هر کس که تشکیک بکنه ایمان به ائمه اطهار نداره. کدوم شبکه بود؟ شبکه ولایت. ببینید که در همین شبکه یک آخوند دیگه چی میگه. اینجا یا این آخوند ایمان نداره به ائمه اطهار، شیعه نیست، یک سبعی مرتد کافر است طبق ادعای این آخوند بزرگترشون، یا اینکه دیگه خودشون دارن سر مردم کلا میگذارن، یا یکی از این دوتا دروغ میگه، یکی از این دوتا آخوند دروغ میگه. اینو نگاه کنید. اما نسبت به تعداد فرزندان رسول خدا، بعضی ها میان مطرح میکنن که رسول خدا نمیدونم دختری به نام رقیه داشته، رسول خدا دختری به نام زینب داشته یا ام کلثوم، که ما اینها رو قبول نداریم. ما در سایت ولیعصر کامل پیرامون اینها بحث کردیم که در جواب دادیم پیرامون اینکه آیا دختران رسول خدا زن عثمان بودن یا نبودن، اونجا کامل بحث کردیم. ما اعتقادمون اینه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دختری غیر از حضرت زهرا نداشتن، یک. و ثانیاً رسول خدا زمانی که با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردند، حضرت خدیجه دوشیزه بودند و قبل از رسول خدا به هیچ عنوان شوهر نکرده بودند. روایاتی هم که بعضی از اهل سنت میان میگن بله حضرت خدیجه ازدواج کرده بود، هیچ سندیت قطعی ندارد. من تمام اینها رو بررسی کردم. حالا این بیاد از روایت صحبت بکنه، از بررسی روایت صحبت بکنه. نماینده رسمی مدیر شبکه ولایت علی شریفی که حالا هر جونوری داره از شمارش زنگ میزنه اینجا،
این اومد از یک دروغ قزوینی دفاع بکنه در مورد امام بخاری، گیر کردن، کل شبکه‌شون گیر کردن و کلیپ تحدی که ما کردیم پخش میکنم براتون. این اومده از روایات صحبت میکنه که اینا بررسی کردن. الان ما حرف کی رو باور کنیم؟ حرف اون آخوند گنده رو با اون ریش سفیدش که گفت که هر کس که تشکیک بکنه ایمان به ائمه اطهار نداره. یعنی چی؟ یعنی شیعه نیست. خب این آخوندی که الان، این آخوند روستایی فکر کنم، این چیه؟ این شیعه هست یا نیست؟ ایمان به ائمه اطهار داره یا نداره؟ بابا بس کنید نفاق، دروغی، تفرقه، تقیه رو بس کنید. لااقل اگر میخواید دروغ بگید، میخواید سر مردم کلا بگذارید، یک جلسه بذارید با این برنامه سازای شبکه، با همدیگه هماهنگی داشته باشید، بگید مثلا این آقای روستایی و آقای نمیدونم عباسی و آقای فلان و آقای فلان با اون آخوند گندهشون با هم بشینن بگن که بابا ما میخواییم یک حرفی رو تو شبکه ولایت بزنیم، با هم هماهنگی بکنیم که حالا نشه که سوتی بدیم، یکی بیاد یه حرفی بزنه، یکی بیاد یه حرف دیگری بزنه. آخر دروغ هم میگید، با هم دیگه هماهنگی بکنید. شما که در تاراج ناموس ملت هماهنگ هستید، همتون با هم در بغارت بردن سرمایه های ملت همتون با هم هماهنگ هستید، در همه بدبختی هایی که بر علیه مسلمان ها دارید در دنیا رهبری می کنید با هم هماهنگید. حداقل تو این برنامه های علمی تونم تو این شبکه با هم هماهنگ باشید. وقتی که تو میخواید دروغی بگید تو شبکه، با اون بقیه هم بشینید هماهنگ بکنید که اینطوری نشه. یکیش میگه که هر کس که تشکیک بکنه در دختران پیامبر که از پیامبر نیستن، رقیه، ام کلثوم و زینب، این اصلا ایمان نداره به ائمه اطهار. این یکی میگه که نه، ما کلا بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که پیامبر غیر از فاطمه دختری دی. به خاطر چی دارن این حرفا رو میزنن؟ همونطوری که گفتم، فقط به خاطر این که انکار بکنن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو تا از دخترانشون رو به عثمان رضی الله تعالی عنه دادن. به کوری چشم شما آخوندا، رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا از دختران، دو تا از جگرگوشه های خودش رو به عثمان داد. به خاطر همینم عثمان ذی‌النورین لقب گرفت. به خاطر همینم عثمان کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ملائکه از عثمان حیا می‌کنند. این نمونه‌ای بود از دروغگویی‌های این آخوندا که خدمتتون پخش کردم.